مدرسه چهارباغ، هنر معماران ایرانی. آغاز دفتر بلند و منظوم بنا ورودی است که از هر جای دیگر بنا در بیرون شاخص‌تر، زیباتر و پرنقش و نگارتر است، با کاشی‌کاری‌ها و مقرنس‌ها. در کتیبه نستعلیق سردر نام آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین صفوی، خطاطی شده است به سال 1122 هجری قمری. مدرسه را به گونه موقعیت یابی کرده اند که گذرگاه نهر فرشادی در میان آن باشد. در ضلع شرقی چهارباغ عباسی مدرسه را بنا کرده اند. از همین رو بنا را مدرسه چهارباغ خوانند و البته این اواخر آن را به مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام نیز می‌شناسند. مدرسه چهارباغ با 5 ورودی. ورودی اصلی از غرب همان ورودی خیابان چهارباغ است. از ورودی بی واسطه می رسیم به هشتی با همان نشان سنگابش که همیشه برای تازه واردی خسته آبی خنک داشته تا فرو نشاند آتش را. عمود بر محور اصلی هشتی بر وجه اشتراک هشتی و حیات دیوار کوتاهی از مرمر کشیده اند تا شاید آدمی به یک باره و بی مقدمه وارد نشود. آب نهر فرشادی از غرب که می آید می رود تا شرق، تا ایوان شرقی. در چهار گوشه بنا، در کنجها، معماری با فضای پر و خالی جان گرفته است. مدرسه مانند رسم مدارس پیشین در دو اشکوب است که حجره های مخصوص طلاب داشته و این چنین بوده در حیات خلوت ها. ضلع جنوبی مسجد شامل گنبدخانه، مناره ها و شبستان هایی در طرفین است. در ضلع شرقی ایوان جنوبی شبستانی بنا شده که در زمستانها به عنوان مسجد و کلاس درس مورد استفاده قرار می گرفته است. در ضلع شرقی مدرسه کاروانسرای بزرگی قرار دارد که به کاروانسرای مادرشاه مشهور است. بر روی سنگ فرشهای کف نقوشی است به شباهت امضا، اثری از آنان که همتی داشتند در خلق این فضا. رادیو اینترنت.